سلام دوباره به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. قبل از اینکه برم سراغ بحث خیلی جذابی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم، سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنین. امروز میخوام در مورد رایتینگ آیلتس صحبت بکنم، یک مبحث و مقوله‌ای که بسیار اهمیت داره توی امتحان آیلتس. دلیلش هم اینه که نمره بالا گرفتن توی این تسک یه مقدار کار سختیه. امروز میخوام به صورت کلی رایتینگ آیلتس رو معرفی کنم، بگم از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و چه رایتینگ هایی رو شما باید بنویسید، چطوری باید بنویسید و چطور میتونید یک کاری بکنید که توی این تسک بتونید نمره خوب و بالایی رو کسب بکنید. من میخوام در مورد رایتینگ اکادمیک صحبت بکنم. فرق چندانی با جنرال نداره، فقط تسک یکش متفاوته. پس بحث ما حول و حوش رایتینگ اکادمیک هست. خب بریم سراغ تسک. اولی کلی بگم، رایتینگ آیلتس دو بخش داره، تسک یک و تسک دو، و شما باید دوتا رایتینگ مجزا بنویسید. 60 دقیقه برای این رایتینگ ها وقت دارید. برای این دوتا رایتینگ، برای رایتینگ اول بهتره که 20 دقیقه زمان صرف کنید سر جلسه امتحان، برای رایتینگ دوم 40 دقیقه زمان صرف کنید سر جلسه امتحان. به همون نسبت رایتینگ اول 3 نمره داره از 9 نمره آیلتس، رایتینگ دوم 6 نمره داره از 9 نمره، یعنی مجموعشون میشه 9. پس اهمیت رایتینگ دوم خیلی بیشتر از رایتینگ اوله. بریم سراغ رایتینگ اول و نکاتش رو بهتون بگم. کلیت خواهم گفت بهتون که یک دیدی پیدا بکنید نسبت به رایتینگ ها، و در انتها هم خواهم گفت که چه کارهایی میتونید انجام بدید برای اینکه رایتینگتون رو تقویت بکنید. توی رایتینگ تسک 1 اصطلاحا بهش میگن رایتینگ گراف. خب گراف های ما به 4 دسته تقسیم میشن، یا گرافز ویت ا ترندن. خب گرافز ویت ا ترند چی ان؟ گراف هایی هستن که یک بازه زمانی دارن. دقت کنید، نکته گرافز ویت ا ترند اینه، یه بازه زمانی تعریف میشه. مثلا میگه از سال 1990 تا 2010، از سال 2000 تا 2030. خب پس یه نکته خیلی خیلی طلایی که اینجا هست اینه که graphs with a trend رو شما از روی شکلش نمیتونید تشخیص بدید. نمیتونید بگید چون این پای چارته، این چارت های دایره شکله، پس این graphs with a trend یا این comparative graph. خب پس از روی بازه زمانی تشخیص میدین. اگر گراف شما بازه زمانی داشت، در واقع graphs with a trend هست. خب پس شما باید یک ترند رو، یک بازه زمانی رو در واقع راجع بهش صحبت بکنید و مقایسه انجام بدید. معمولا گرافز ویت ا ترند رو شما 4 پاراگراف می‌نویسید. توی پاراگراف اول پاراگراف مقدمه‌تون هست، اینتروداکشن‌تون هست، یه اوورویو می‌نویسید، و دو تا هم پاراگراف اصلی می‌نویسید که توی پاراگراف‌های اصلی گراف‌هایی که به عنوان مثال اگر روندشون سعودی باشه، گرافز ویت ا ترند در واقع گراف‌های رونددار اصطلاحا هم بهشون میگیم دیگه، گراف هایی که روندشون یکسانه رو توی یه پاراگراف می‌نویسیم، گراف هایی که روندشون یکسانه رو توی یه پاراگراف، یعنی دو تا پاراگراف جدا، مثلا گراف هایی که سعودی ان یه پاراگراف، گراف هایی که نزولی ان توی یه پاراگراف می‌نویسیم. پس این شد گراف تو ترند. نکته، حتما باید بالای 250 کلمه، ببخشید، بالای 150 کلمه بنویسید. اینو خیلی از بچه‌ها فراموش می‌کنن، تعداد کلمات در امتحان آیلتس مهمه. اگر زیر 150 بنویسید نمره از دست میدید. بالای 150 کلمه هم خیلی نرید، یه دفعه 250 کلمه ننویسید، چون باز هم نمره از دست میدید و اینکه زمان از دست میدید. شما سر جلسه امتحان وقت ندارید که یه دفعه 250 کلمه بنویسید. معمولش، درستش اینه که گرافز ویت ا ترند شما ایسی بین 150 تا 180 کلمه باشه. خب پس این گرافز ویت ا ترند. دومین گرافی که داریم کمپاراتیو گرافز هستن. حالا توی کمپاراتیو گراف چه اتفاقی میفته؟ شما باید دو تا گراف رو با هم مقایسه کنید. توی گراف های کمپاراتیو شما یک تاریخ مشخص دارید، مثلا میگه در سال 2010 این دوتا ترند، این دوتا موضوع رو با هم مقایسه کنید. اینجا شما باید قیاس انجام بدید. خب دیگه روندی وجود نداره، پس اگر روند وجود داشت گراف شما میشه گرافز ویت ا ترند، گراف های رونددار. ولی اگر یک سال ثابت به شما داده بود، مثلا گفته بود سال 2015، اونجا دیگه کمپاراتیو گراف میشه داستان. باز هم شما باید 4 پاراگراف بنویسید، یه پاراگراف اینتروداکشن بنویسید، یه دونه اوورویو بنویسید و دو تا مین بادی بنویسید، باز هم بالای 150 کلمه.
پس این حالتی که به شما گراف میدن، حالا انواع گراف داریم دیگه، یا بار چارت میدن که گراف های ستونیه، یا پای چارت میدن که شکلش دایرهه، یا لاین چارت میدن که حالت خطی داره، یا هم بهتون تیبل میدن که جدول مانند میدن. معمولا از این چهار حالت خارج نمیشه. دو تا حالت دیگه گرافی هم داریم توی تسک 1 آیلتس که اینها هم خیلی باز مهمن. یکیش گراف هایی هستن که حالت پروسس دارن، یکی هم گراف هایی هستن که مپن، به شکل نقشه هستن. خب توی پروسس چه اتفاقی میفته؟ توی پروسس به شما یه پروسه داده میشه، مثلا نحوه تولید و مصرف چای، از لحظه‌ای که چای مثلا کاشته میشه توی مزارع توضیح داده شده تا لحظه‌ای که شما مثلا توی از سوپرمارکت چای میخرید و میبرید دم میکنید و میخورید. توی گراف های پروسس شما باید بتونید پروسه رو توضیح بدید. توی گراف های پروسس ما سه پاراگراف می‌نویسیم. یه پاراگراف اینتروداکشن می‌نویسیم که در واقع اوورویو رو میتونید با پاراگراف اینتروداکشن بیایید کمباین کنید، یه جمله هم برای اون بنویسید. دو تا بادی می‌نویسیم، دو تا پاراگراف اصلی می‌نویسیم که باید در واقع اون پروسه‌تون رو از یه جای نصف کنید، نصفش رو توی یه پاراگراف بنویسید، نصفش رو توی یه پاراگراف. معمولاً گرافز وذ ترند رو ما به حالت حال ساده می‌نویسیم، در حالت مجهول. حتما راجع به حال ساده، حتما راجع به مجهول توی ویدیوهای بعدی با جزئیات صحبت خواهم کرد و این رو بهتون معرفی میکنم. یه دونه هم میمونه مپ. توی مپ چه اتفاقی میفته؟ توی مپ دو تا بهتون نقشه میدن، یه نقشه قبل یه نقشه بعد. تغییرات این دو تا نقشه رو شما باید بتونید بیان کنید. توی گراف های نقشه دار هم سه حالت وجود داره. یه حالت اینه که هر دو زمان در گذشته است، مثلا میگه این شهر مثلا در سال 2000 بوده، تغییراتش در سال 2010. خب اگر هر دو تاریخ در گذشته بود شما باید گراف رو گذشته ساده بنویسید. یا میگه 2000 تا حال حاضر، یعنی تا الان، که اون موقع باید جملاتتون رو به صورت حال کامل بنویسید که باز هم راجع به حال کامل کامل توضیح خواهم داد توی ویدیوهای بعدی. یا هم بدون زمان میدن، یعنی هیچ زمانی رو براش مشخص نمیکنن که باید چه شکلی بنویسید، که اون موقع باید از فعل حال ساده برای نوشتن استفاده بکنید. پس این شد تسک یک ما. چهار حالت بیشتر نداره، یا ترنده یه بازه زمانی میدن، یا کمپراتیو گرافه که یک تاریخ مشخص میدن باید مقایسه کنید گراف ها رو با هم، یا پروسسه که پروسه تولید یک چیزی رو تشریح میکنن، یا مپ نقشه است. خب که آها اینم بگم، مپ ها رو باز چهار پاراگرافه مینویسیم معمولا، یه دونه اینتروداکشن، یه اوورویو، دو تا مین بادی مینویسیم. مپ ها رو بهتره مثلا شمالی جنوبی یا شرقی غربی تقسیم کنید. خب پس 20 دقیقه مینویسیم این رو، سه نمره هم داره، به نوع گراف همون هم باید توجه کنیم تو نوشتنش. حالا بریم سراغ تسک دو. توی تسک دو کاری مقدار چالنجینگ تر میشه. شما باید 250 کلمه حداقل بنویسید. باز هم تاکید میکنم زیر 250 بنویسید نمره از دست میدید. بهتره باز بالای 300 کلمه ننویسید. چند جور ما تسک دو داریم؟ 5 جور تسک دو داریم. یکیش اپینین اسه یا همون اگری دیسگری خودمونه که شما باید باید موافقت کنید یا مخالفت کنید. 4 پاراگراف داره، یه دونه اینتروداکشن، دو تا مین بادی، یه دونه کنکلوژن باید بنویسید. یا ادوانتج دیس ادوانتج، یعنی معایب و مزایای یک چیزی رو باید بیان کنید. توی این حالت هم شما میتونید هم 4 پاراگراف بنویسید، هم میتونید 6 پاراگراف بنویسید. حالا منابع مختلف متفاوته در این مورد. 4 پاراگراف اگه خواستید بنویسید، یه اینتروداکشن بنویسید، تو یه پاراگراف دو تا ادوانتج مینویسید، دو تا مزیت مینویسید، دو تا تو یه پاراگراف دو تا عیب مینویسید و نتیجه گیری میکنید. خب اینم میشه ادوانتج دیس ادوانتج. یه دونه حالت سوم پرابلم سولوشنه که یک مشکلی رو بیان میکنه و شما باید دلایل اون مشکل ها که دلیل این که اون مشکل وجود داره چیه رو بگید و براش راه حل راه بدید. پرابلم سولوشن هم باز هم میشه 4 پاراگراف نوشت، هم 5. توی همه پاراگراف، همه رایتینگ های تسک دو ما یه اینتروداکشن و کنکلوژن داریم، برعکس گرافز وذ ترند، برعکس ببخشید گراف رایتینگ های تسک یک که شما کلن کنکلوژن نمی نویسید توش. خب توی پرابلم سولوشن هم شما میتونید سه پاراگراف بنویسید، سه تا پرابلم بنویسید و سولوشن هاشو تو همون پاراگراف بنویسید و نتیجه گیری کنید. یا یه فرمت دیگه هم که وجود داره اینه که شما میاد یک پاراگراف فقط پرابلم مینویسید، یک پاراگراف فقط سولوشن مینویسید. این هم هست که البته من روش اول رو بیشتر ترجیح میدم. یه حالت دیگه
حالت چهارمی که وجود داره اینه که به شما دابل کوئسچن میدن. خب دابل کوئسچن یعنی چی؟ یعنی به شما دو تا سوال میدن، شما باید به دو تا سوال توی آیلتس پاسخ بدین. خب معمولا اولیش یه سوال مثلا اگری دیسگری میشه، دومیش یه سوال در راستای اون سوال میشه. خب که اگه دابل کوئسچن هم بهتون دادن، باز هم چیکار میکنید؟ شما یک پاراگراف اینتروداکشن، یک پاراگراف راجع به یک کوئسچن صحبت میکنید، یه پاراگراف در مورد یک کوئسچن صحبت میکنید. خب یعنی در واقع یک پاراگراف رو اختصاص میدید به یکی از سوال ها، یک پاراگراف رو اختصاص میدید به یکی دیگه از سوال ها، و باز میایید توی پاراگراف آخر یک کنکلوژن برای خودتون در نظر میگیرید. یه نکته رو هم بگم بچه ها، اینجا باید این توجه کنید که اینتروداکشن ها و کنکلوژن ها با توجه به سوالی که به شما دادن خب متفاوته، خب باید فرق میکنه با هم. اینا رو باید همه رو توضیح بدیم یا باید بخونیم که حتما راجبش صحبت میکنم. حالت پنجمش چیه؟ حالت پنجم دیسکاس بوث ویوزه، که به شما دو تا ویو مختلف میدن. میگه مثلا میگم بعضیا بر این باورن که این اتفاق میفته، بعضیا بر این باورن که نه اینجوریه، شما نظرتون چیه؟ خب توی این حالت هم باز چهار پاراگراف هست، یه اینتروداکشن، توی یه پاراگراف یه ویو رو بررسی میکنید، توی یه پاراگراف یه ویو رو، و نتیجه گیری میکنید. خب پس این شد حالت کلی رایتینگ تسک یک ما و تسک دو ما. 250 کلمه حداقل باید بنویسید و 40 دقیقه براش وقت دارید. حالا یه نکته طلایی، یه چند تا نکته طلایی، چرا بچه ها نمیتونن نمره بالا بگیرن توی امتحان رایتینگ آیلتس؟ خب دلیل اولش اینه که به رایتینگ میگن سیندرلا سکیل. سیندرلا کی بود؟ کسی بود که توی اتاق زیر شیروانی زندگی میکرد، خیلی بهش توجه نمیشد. رایتینگ هم متاسفانه مخصوصا توی ایران بهش خیلی توجه نمیشه، خیلی تصحیح نمیشه. ببینید بچه ها، رایتینگ های شما تا تصحیح نشه، یعنی شما اگر میخواهید توی رایتینگ نمره خوب بگیرید باید تصحیح بشه رایتینگتون. خب این خیلی مهمه. دو، باید به این توجه بکنید که توی رایتینگ از من چی میخوان، من باید به چیا توجه کنم. چهار تا کرایتریون وجود داره که شما رو با این چهار تا میسنجن توی رایتینگ آیلتس. یکیش تسک اچیومنت، الان توضیح میدم، یکیش کوهرنس اند کوهیژن، یکیش لکسیکال ریسورسز، یکیش هم گراماتیکال رنج اند اکورسی. تسک اچیومنت یعنی چی؟ یعنی آیا شما تونستید به اون سوالا درست جواب بدید؟ آف تاپیک که نرفتید، یعنی چیز دیگه، چیز بی ربط صحبت نکردید، که چیزی که بچه ها خیلی توش نمره از دست میدن. این تجربه 20 ساله که من داشتم توی تدریس آیلتس و زبان، بچه ها نمیتونن روی تاپیک فوکس بکنن. این یکی از چیز خیلی مهمه. کوهرنس اند کوهیژن هم در واقع یک پارچگی متن شماست، که آیا متن شما یک پارچه است، آیا مطالبی که نوشتید به هم مربوطن، ارتباط دارن یا نه. لکسیکال ریسورسز در واقع همون رنج وکابیولریه که شما استفاده میکنید، شما آیا میتونید از وکابیولری های مختلف مرتبط با اون موضوع استفاده بکنید یا نه. گراماتیکال رنج اند اکورسی همینه، شما توی گرامر تسک دو و همچنین تسک یک باید مثلا حتما از پسیو استفاده کنید، شرطی نوع سوم داشته باشید، حتما باید از مودال ها استفاده کنید، از پست مودال ها استفاده بکنید، ریلیتیو کلاز باید داشته باشید، باید جمله هاتون کنکتر داشته باشه، باید رفرنسینگ داشته باشید توی جملاتی که می نویسید. پس این میاد یک قالبی، یک مجموعه رو تشکیل میده که ممتحن آیلتس میاد همه اینا رو در نظر میگیره و به شما نمره میده. نکته دیگه ای که وجود داره باید بهش اشاره بکنم اینه که قالب سوالات رایتینگ آیلتس با قالب رایتینگ های دیگه فرق میکنه. مثلا شما یه ایمیل میخواهید بزنید، اون ایمیلی که دارید میزنید هیچ ربطی به اون رایتینگ آیلتسی که دارید میزنید نداره، بنویسید نداره. شما باید رایتینگ های آیلتس رو در قالبی که تعریف شده بنویسید. اگه از اون قالب خارج بشید باز هم شما نمره از دست میدید توی سر جلسه امتحان اصلی آیلتس. خب پس به این نکات خیلی توجه بکنید. و مهمترین مسئله‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که بچه‌ها خیلی وقتا میرن یه عالمه کتاب میخونن به خاطر اینکه سطح رایتینگ آیلتسشون ببرن بالا. مهمترین چیزی که شما توی آیلتس باید بهش توجه بکنید توی بخش رایتینگ اینه که رایتینگ های شما باید توسط یک شخصی که خودش میدونه که رایتینگ آیلتس چیه تصحیح بشه و به شما فیدبک داده بشه، که به شما بگن که مثلا اینجای کارت اشتباهه، برو اینجا رو تصحیح کن، این مین آیدیایی که نوشتی غلطه، یا اینجا که این اومدی سپورت کردی، تسک اچیومنت نداشتی، از موضوع خارج شدی، یا مثلا گرامری که استفاده کردی رنجش پایینه، رنجش رو ببر بالاتر. خب پس
این که شما بشینید کتاب بخونید، رایتینگ شما خیلی تقویت نمیشه. شما برای اینکه رایتینگتون نه اینکه تقویت نمیشه، این غلطه ها که فکر کنید نمیشه، ولی اونجور که شما انتظار دارید نمیشه. شما اگه میخواید رایتینگتون تقویت بشه، باید زیاد بنویسید و اون نوشته شما تصحیح بشه. اگه تصحیح بشه، اون موقع رایتینگتون شروع میکنه به بهتر شدن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما توی ویدیوهای بعدی با جزئیات بیشتر در مورد تسک های مختلف آیلتس و رایتینگ هاش قشنگ صحبت خواهم کرد.